Available for a limited time, so call or click to reserve yours today. Call 1-800-354-3439 and get your deep romance pendant. This is a limited time offer, so call now and find out about free shipping. That's 1-800-354-3439. برای اسپانسر شدن این برنامه لطفاً با ما به تماس شوید. Price $30,000. Your price $20. Can you tell the difference? Even expert jewelers have a difficult time distinguishing the diamond Z4CZ from mined diamonds because of their similarity. This exquisite ring features a flawless simulated diamond center stone of 2¾ carats surrounded by over 1¼ carats of round and tapered flawless baguettes. One jewelry industry professional marveled at their beauty and brilliance. It's exceedingly rare to see such flawless stones. He's right. Comparable solitaires made of diamonds can cost up to $30,000. Your price, through this special invitation, will be only $20. And for a limited time, you can also receive this beautiful band with 1.92 carats of diamond Z4s. You get both CZ rings, totaling over an astounding 6 carats, for $20. So call or click now. Call 1-800-792-1214 and get your diamond Z4 ring. But hurry, callers can get a matching band with your order. So call now, 1-800-792-1214. در دفتر خدمات قانونی R&K Law Group سعی ما امورابعی است تا از حقوق قانونی شما با بهترین وجه دفاع و حمایت کرده باشیم. خدمات قانونی ما شامل بانکرپسی یا ورشکستگی، ایمیگریشن یا مهاجرت، فامیلی لا یا حقوق خانواده، اعتماد از شما، خدمت از ما. Here at R&K Law Group, we are a debt relief agency assisting one client at a time with matters pertaining to bankruptcy, criminal law, family law, and immigration. Our pledge to you is service, integrity, and excellence. هموطنان خوب افغانی و همزبانان محترم، اگر شما با امور ورشکستگی، جنایی، خانواده و یا در موارد امیگریشن یا مهاجرت با کمک های قانونی R&K Law Group ضرورت داشته باشین، ما در خدمت شما هستیم. ما البته روی مسائل حقوق زن اینا بود، اما دوستا و عزیزای ما میتونن اگر زنگ بزنن، سوالات دارن یا تفسیری در این مورد دارن، ما در خدمتشون میباشم. و یکی از مطالبی که من اونم باید تذکر بتم، گرچه که اگر یک وقت دیگه باید میتونم مفصل تر، اما میشه که به شکل فشردهش، چون سوالات باز هم ایجاد میشه در ذهن مسلمانای ما، افغانای عزیز ما که یا همزبانای عزیز ما، بگویم که در مورد میراث و ضمناً تعدد زوجات است که تا 4 زن فرزند مردها گرفته میتونن از این مسائل. اولی که در مسئله میراثی که قرآن عظیم شان یاد میکنه میراث مرد، البته از سوریش هم خدمتتون بکشم و در همزمان خطا را میگیرم، البته فکر میکنم که آیه 11 سوره نساء هست که خداوند یاد میکنه که یوصیکم الله فی اولادکم، در مورد اولادتان خداوند توصیه میکنه، للذکر مثل حظ الانثیین، بر مرد دو چند زن یا بر مذکر دو چند مؤنث است. این توصیه قرآن عظیم شان هست، اما تفسیرهایی هست که باید روش تفسیر بکنیم ببینیم که چی در کدام شرایط است چی هست. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. بله، سلام علیکم. میتونم با محترم محمود وسیق صحبت کنم؟ من خود محمود وسیق هستم، بفرمایید. بله، سلام علیکم. علیکم محترم سلام محمود وسیق. خواهش میکنم. از خدمت شما پیشتر فرمودین که الازهر مصر. امروز من خدمت شما عرض کنم که بله، تمام علمای ما به سبب ماستر، دکترا، پروفیسورا از الازهر مصر میبرن و اینا کسایی هستند که در جهان اسلام در یک هزار میلیون، 1600 میلیون نفوذ دنیا تا
تایید شدن که اینا علما هستن و علاوه مصر یکی از یونیورسیتی های مسلمان هست که در جهان اول است. و شما معذرت می خواهیم، شما چطور به تنهایی تان که درباره اسلام بدون از این چند تفسیری را که شما خواندین، ما هم تفسیر خواندیم، تفسیر سینی را خواندیم، تفسیر کابلی را خواندیم و این چیزی که شما میگین این را کلش ما هم خواندیم، هفت بار تفسیر قرآن شریف تفسیرش را خواندیم و این چیزا را به اندازه به علمتان شما با علمای اسلام توهین میکنین. آقای وسیق، ما یک چیز براتون عرض میکنم، من حیث یک افغان، یک برادرتان و از پیشتان خواهش میکنم که اول خدا هدایتتان کنه و اگر هدایتتان نمیکنه در غضب خدا گرفتار. ببینین که خب اول همین منافقت خود شما که چقدر خوب صحبت کردین و من براتان وقت دارم، پس از این معلوم میشه که خودتان نفاق در قلبای خود شما هست، یعنی آدم مخلص نیستین، آدم مؤمن اتر نمی باشه، آدم مخلص اتر نمی باشه که اول که هر چیز شوگر کود بکنه، یک چیز کوشش بکنین، شیرین زبانی بکنین، باز آخر گپای خرابتانه بزنین، یک کرکتر یا شخصیت یک مؤمن نیست. پس وقتی که کرکتر یک شخصیت یک مؤمن اتر نباشه، انسان مؤمن بودن نمیتونه. و گپتان ما چطور اعتبار برش بتم؟ اولی شمایی که یاد کردین که امروز جهان یار قبول کرده، بلی در اکثریت، بلی شما کاملا درست میگین، اکثریت اونه بطور است و اکثریت باعث بدبختی و گمراهی مسلمان شده، برای اینکه از قرآن، مسیر قرآن، اکثریت از اینا مردم را کشاندن به سوی مسیر انسان. شما تفاسیر چی میکنین؟ قرآنتان را بخونید. شمایی که اگر راستی مؤمن به خدا هستین، قرآنتان بخونید. و این قرآن است که من براتان ترجمه میکنم، از جانب خدا آمده ای کتاب براتان، به عربی است. شما زبان عربی را نمیفهمین، اگر نمیفهمین، اگر میفهمین خودتان هنوز خوبتر بخونین، زبان کلام خدا را بخونین و مطابق از او عمل بکنین و ببینین او وقتی که وقت بعد میفهمین که آیا یایی که از الازهر و از مدرسه های بنوا و اقسامش میخوانن، اینا قرآن را میخوانن یا چیز دیگه را. آیا مگر خبر ندارین که در این مدرسه ها قرآن تعلیم داده نمیشه؟ فقط در مورد قرآن دیگه انسان ها چی گفته او را تعلیم میتن برشان، دکترا و ماستری به او دو مورد میتن، در مورد قرآن بر از اینا کس دکتری نمیتن. شما فکر میکنین در قوم که امروز در ایران است، که یکی از علمای معروفشان نوشته کرده که یک نفر میتونه که به صفت آیت الله هم تحصیل بکنه و از اوج دیپلم خود بگیره و یک صفحه قرآن رو باز نکرده باشه و نخوانده باشه، میتونه که آیت الله هم شه. اصلا کس به اصلا این سیستم ها، آیا مگر فکر نمی کنین که مسلمان در راه گمراهی رفته و کی یارا برده؟ وایزین، اکثریت وایزین است که اینا رو به این مسیر کشانده و شما خودتان امید است که متوجه شوین. یک ذره برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. برنامه تفاهم در پرتو قرآن. بله بفرمایید، در خدمت شما هستیم. آقای وسیق صاحب جان بفرمایید. ما خود هستم. بله آوازتان نه. بله 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 بله. اگر اجازه تا فقط بر یکونیم ولی اگر آوازتان قطع وصل میشه، مگر بفرمایید، ما انشالله که بفهمیم بشنیم چیز دانه. آوازی مالی آله صحبت کنیم ببینیم که چطور است. اگر نبود با دوباره از بین تقاضا میکنیم دوباره زنگ بزنیم، یک بار صحبت بکنیم. همی حتی که دارم چون عالم علم زراعت خواهد عالم کسی که ماستر زراعت. اگر شما یک لطف بکنین اصلا خواهش بکنم یک بار دیگه زنگ بزنین، بعد خط دیگر من میگیرم و شما زنگ بزنید، برای اینکه قطع وصل میشه دوستان ما گرفتن نمیتونن. بسیار معذرت میخوایم. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. آقای وسیق سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. من میخوایم در جواب همون برادرم که گفت که جامعه الازهر خواندن و شما نخوندین، بله همه برادرانه عرض کنم که امید باید تفاهم خودتان که شما بهتر هستین یا سیاف و ربانی. ربانی و سیاف جامعه الازهر خواند،
سال کابل ویران کرد 65,000 بله بهتر مثال است افغان با شما را به قتل رساندن سینه ها را بریدن به طلاق سر میخ گفتن و ازاریان جنایت دیگر مرتکب شدن تپی فرمان که از آلازت دام نبود از مردم بود مال مردم بود بندی کرده تقسیم میکنه مفروشه اینا مهم مثلا پیش از چی هست مهم صداقت است مهم راستی است مهم به اساس قرآن را عمل کردن است یا مهم عزیز که یک رنگ خدا کنی و بگویی اینا من اینی چیز هستم بله بله متاسفانه همی چیز درست میگی برادر گل بسیار لطف کردین میربان هستین باید یک اندازه یک اندازه که تعقل کنن اینمی مشکلات ما شما رفع میشه بله ما همی درد ما همی است که ما تعقل و تفکر نمی کنیم چرا بهترین مثال شما دادی ببخشید آقای وزیر بله بفرمایید می بخشید من گفت را می گرم نه خواهش میکنم بفرمایید بله من این مهم نیست که شما زراعت خواندین یا جنگلات خواندین یا فرض کنین معدن خواندین مهم پیشمه نمیست که مطابق به قرآن عمل کنین و مطابق به قرآن رفتار کنین و قرآن با تمام معانیش که خودش را هیچ کس نفهمه میخونین تفسیر میکنین و معنا میکنین هر کس اولی در یک وقت رسیده که قرآن شریف را تا اندازه میفهمه اگر خدای نخواسته شما یک کلمه خلاف قرآن شریف بگویید بر هر کس معلوم میشه درست میگه بلی بر هر نفر معلوم میشه اتا نیست که مثل سابق قولی قدام قرآن شریف را میشه خونده بودن خلاص ولی کل قرآن شریف هم اونایش میفهمن بلی امکانات هست خونده شده بسد ها در در خانه ختم شده کس تاس نال اگر شما توضیحات میتین مطابق به قرآن شریف و مطابق به قرآن شریف عمل میکنین فقیده ما این برادرهای ما این مسلمانهای ما این افغانهای ما حق قدیر ندارن که تعرض کنن خداوند هدایت چون بکنن او رو تعرض آمنه او وقت میتونن که انتخاب کنن که شما مخالف قرآن شریف یک حرف بگوین من همیشه گوش میکنم از شما را مطابق قرآن شریف عمل کردین مطابق قرآن شریف گفتین باقی مانده کارهای دیگه که هر کس هر چی میکنه اون بر ما مربوط نیست بله زبان دارم میبینم عمل دارم میبینم گفتار دارم میبینم قرآن شریف رو میبینم بسیار تشکر برادر گل خدا همراهتان باشه لطف کردین از تلفنتان خواهش میکنم نه نه بسیار خوش خدا با اسمت خود نوایتان کنه شما با اسمت خدا باشه با امان خدا با امان خدا واقعا واقعا ببینین که قطعان کردم بسیار ببخشین برادر گل واقعا اگر ما تفکر بکنیم تعمق به خرج بدیم کاملا کارهای ما درست است میده درک کرده میتونیم که ببینین که همی کسایی که به اصطلاح بر آمدن از این چیزا الازهر و این آن ببینین که چی بدبختی هاییست که امروز در افغانستان وطن عزیز ما را اینا خراب کردن و هم مثالشان در هر کجا هست البته نمیگم که کل از اینا همه طور هستن انسانهای خوب هم در بینشان انسانهای خوب هم از جامعه براید اما انسانهایی که فقط از تعقل و تعقل سالم برخوردار باشن و به قرآن تکیه بکنن به خدا اعتماد بکنن و به کتابش چنگ بزنن حتما رایشان درست میشه در غیر از گمراهی است برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید اوکی یس جازمین پیک اپ دی فون هیر وی گو وان سکند هیر مای داتر ماش اوکی هلو یس جازمین گو اهد I'm not that good with English, but I just wanted to say that don't worry what everyone says, because you're the whole nation's teacher, and especially mine. Great, and thank you. And you teach so many Muslims across the world, and especially me, so thank you. Thank you so much, Jasmine. You are great, actually. I appreciate it very much. How old are you? 11. You are listening to my program, right? Bale. That's great. Thank you so much for calling. Okay? Tashakkur. No, tashakkur. Ba aman khoda. Iftekhar ast ke waqan tifl 11 salam be program gosh mide. Khoda ra shukr mikunam. Ye jay besyar khushi va iftekhar hast va qalbay khub va salim va durust hamesha migire haqaiq ra. Hech shak darish nist ke قلب خوب چیز خوب را نگیره ما درست مثل یک برادر رو مثل یک برادر برای برادر خواهر خودم میره بیان میکنم که چرا دنبال از این میگردین که تا
تو در کجا درس خوندی و از الازهر نبر آمدی و از این مدرسه نخوندی و لنگی و قبا و قبا نداری و این مسائل نداری، یا باید ببینیم که یک نفر چی میگه. ما را خداوند عقل داده، حالا ما ببینیم که یک نفر چی میگه، چی صحبت میکنه. من بارها تقریبا 20 و چند سال است که در امریکا هستم و در این 20 و چند سال در خدمت افغانهای عزیز خود بودیم و بارها ما این سوال از پیشان کردیم در محافل و یکی دوبارم در تلویزیون سوال کردیم که آیا یک چیزی خرابی از ما شنیدیم، یک چیزی که ما گفته باشم و مفید نبوده باشه یا نقص داشته باشه یا خراب بوده باشه. بگوین برای ما که مرای حتما او خراب و نظر از ما بوده، اشتباه از ما بوده، برای اینکه قرآن اشتباه نداره. اما هر چیزی که ما گفتیم خوب گفتیم، از قرآن عظیم شان براتون گفتیم. و شما دنبال چیز بگردین، دنبال ظاهر نگردین، که ظاهر من چپن و لنگی و ریش و اینا ندارم و چطور معزی صحبت بکنم. بنابرای تفاهم در پرتب قرآن بفرمایید. بله بفرمایید. اولا حتما تلفونتان یا یک مشکل داره کمک قطع وصل میشم و امید است که درست گرفته بتونیم. بفرمایید. والا بسیار تلفنتان بسیار خراب است، اگر ممکن باشه تلفنتان را تبدیل بکنین، باز زنگ بزنین. هیچ گرفتن نه من میتونم نه بیننده ما گرفته میتونه. بسیار با عرض معذرت برادر گل. برنامه تفاهم در خب پس بله من میخواستم سرمی صحبت بکنم که ما باید دنبال کوالیتی بگردیم، پشت کوانتیتی نگردیم، پشت ظاهر نگردیم، کوالیتی یک چیز ببینیم. ما براتان وظیفه خود میدانم، مسئولیت خود میدانم، وظیفه‌ام نه مسئولیت خود میدانم بگویم که اینمی کلام را یاد گرفتیم و در خدمت شما عزیزان باشم، براتان برسانم و ما خودم کنترلی هم ندارم که شما را حتما حتما همونجا در مقابل تلویزیونتان به حسابی شما مجبور بسازم که شما باشین و ما را بشنوین. خب اگر خوش ندارین برنامه ما را بشنوین، کسایی خوش نداره نشنان، برنامه خوش دارین برین ببینین. اما مطمئن باشین که رای درست نیست. رای درست ایست که برنامه مختلف را بشنوین و اگر عقل سلیمتان را شما قاضی بسازین، در وقت انتخاب خوبتر کرده میتونین. ببینید قرآن عظیم شان برای ما چی میگه در سوره زمر که سوره 39 قرآن پاک است. خداوند میفرماید که فبشر عباد، شما مجدبتین بنده های مره، مجدبتین بنده های مره، الذین یستمعون القول، اونایی که به سخن گوش میتن، یک سخن میشنون، فیتبعون احسنه، بهترینش قبول میکنن. یک مطلب از یک نفر میشنون، چندین مطلب میشنون، ببینید چیزای خوبش میگیرن، چیزایی که فکر میکنن درست نیست بگذارش. اما چیا چندین مطلب از چندین نفر یا یک مطلب از چندین نفر میشنون و پیش خود قضاوت میکنن که کی بهتر صحبت میکنن. پشت نام هم نگردین، پشت نشان هم نگردین، پشت شهرت هم نگردین، پشت ازی هم نگردین که امروز اکثریت جهان امروز یه علما را تایید کرده. خونمون جهان است که امروز اکثریت جهان گمراه هم هست برادر گل من. اکثریت جهان مسلمان گمراه هست، نه به خاطر از میگم که خودت اذیت کنم یا جهان اذیت کنم، گمراه هستن. رای درست که کسی که برای قرآن نبود، مسلمانی که برای قرآن نیست، رایش گمراهی است. شما فکر کنین ده ها هزار انسانی که دمی یکی دو هفته تظاهرات کردن، کل از اینا گمراهان نیستن مگر برزی که مخالف قرآن عمل کردن. قرآن دو هفته من آیات قرآن 10-15 آیه قرآن خدمت شما آوردم، آیه گمراه نیستن. خواهست دنبال اکثریت میرین، دنبال از واسین برادر گل، خواهر عزیزم یک کم خودم رو توجه بسازیم. برنامه تفاهم در پرتب قرآن بفرمایید. برنامه تفاهم در پرتب قرآن. برنامه تفاهم در پرتب قرآن بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم خواهر گل. تلویزیون زرین است؟ بله بله تلویزیون زرین است، بفرمایید. من
من یک خواهش دارم، یک بساط یک انتقاد بگویم درباره تمام تلویزیون های افغانی ما که هستن. بلما من تلویزیون های افغانی ما را که بگیری، از این تلویزیون پیام افغان گرفته تا نور زرین، یک وقت خوب تلویزیون بود، حالا همی زرین هم که تا که همی ششتن انتقاد سر انتقاد است. یک پروگرام باید ما افغان ها جور کنیم که صد یک نفر تیر شود، تا که ششتن او در تلویزیون پیام افغان یک مردک است، او خود که تا که همی ششتن پر گفته پر گفته پروگرام ها را بخیر. ایتو تلویزیون نیست که از افغانه ما که ما سعی کنیم یک دفعه چیستا ما ایتو لذت ببریم. خب بله، ببینید ببینید خوارگل که پروگرام های امید زرین که بداریم اینجا برنامه را مشنوید، خب پروگرام های تفریحی هم داره، پروگرام های موسیقی هم داره، پروگرام های دینی هم داره که پروگرام دینی است تفاهم در پرتو قرآن که من در خدمت شما هستم، منعیس گوینده در اینجا بتانم که از قرآن چیزایی رو برکنم دارم. در این هم من برمی آوازتان نمیه. من آواز شما رو میشنم، تفلک هم در تفلک تان هستم سوال میکرد اگر بله. نه من در سر پروگرام های دینی من هیچ وقت انتقاد نمی کنم. پروگرام های دینی ما بهترین پروگرام ها، مگم یکان پروگرام هاست که ما شخصا ایچه تو امی اطفال ما که اطفال ماست، مثلا برازه ما که تلویزیون هم میگیریم سن ما سای بکنه، میگه مادر امی چینل ها اوسو میکنی، اگر نه باید اطفال ما تنخور دستن، باید امون پروگرام های ما رو سای کنن. مگم اطفال ما این تو تلویزیون های افغانی رو خوش ندارن، ما مجبور میشیم که انتقاد بگیریم که چرا ایتر است پروگرام های افغانی ما. خب تشکر خوارگل، لطف کردین. من فقط خدمتتان باید بیان بکنم که البته طفلای خرد اینا باید یکان پروگرام های بر طفلای خرد و بر اطفال خرد می باشه که اونا لذت ببرن. از پروگرام های کلان ها واضح است که اونا لذت نمی برن، شاید نمی فهمن، حق دارن، طفلای خرد هستن، اما کلان ها باید اگر برشون چیزای از این برنامه یاد می گیرن برای اونا توضیح بتن. در غیر از او هر بر تلفون برنامه های هر تلویزیون برنامه های تفریحی و موسیقی و اینا رو دارن و انشالله که مورد پسند همه قرار بگیره. من به خدا آن سپردیم، قطعان کردم برای اینکه از بگراند هم صدا می آمد، قطعان کردم خوارگون. خدا نگهدارتان باشه. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. شاید مبارک شما، خوب است، بخیر سلامت باشین، زنده باشین، لطف کردین، مهربانی. برادر محترم، ما از کلگری کانادا شما را زحمت دادم در برتای مسائل قرآن. بله؟ تمام تلویزیون افغان بعضیشان همین پروگرام را دارم، ما بیخی کچیریم که کدام حقیقت است و کدامش نیست. ببینین و همشان که شما بهتر میگوین در لابلای قرآن شریف هست که مثلا در ارتباط با مسائل زن است، زن ایجاد کوبیده مثلا زن ایتو کنه ایتو کنه، ای عدالت و مساوات بین مرد و زن چی شد؟ یک مرد میتونه چهار زن کنه. بلی؟ چرا یک ظلم است؟ و تا گفته در قسمت از گوشه قرآن است به شما معلوم است که اگر زن از گرم نشد را با خمچه بزنین، با چوبک بزنین، مجموعی تو کنین، با بیسرش علایده کنین، آیا زن انسان نیست که همین تو مسئله است؟ اگر او حقیقت از خشور تحقیق نمیشه. بسیار تشکر، سوال بسیار خوب است برادر گل. ببینید که یکی مسائل چهار زن مطرح کردین، چهار زن که خدا امر نکرده، هیچ جای خداوند امر نکرده. ببینید که ما و شما تسلیم خداوند هستیم، مسلمان تسلیم خداوند. در سوره نساء که خداوند یاد میکنه، سوره چهارم قرآن پاک آیه سومش از یاد میکنه که و این خفتم الا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. پس یعنی شما وقتی که در مورد در مدینه منوره نازل شد، موقعی بود که جنگ بدر تلفات خود را زیاد داشت و یک تعداد جامع نو تشکیل مسلمان ها در مدینه منوره ایجاد شد و فکر کنین یک تعداد مردها که تلف شد، زنهایشان و دخترهای جوانشان ماندن. تقریبا جامعه نو تشکیل است که نو باید قانون اینا وضع شود که چطور سرپرستی از او اطفال که اطفال نیمچه جوانی هستن، دخترها
یا خانمایی که بیوه شدن چطور سرپرستی شود. در اونجاست که قرآن کریم امیر اجازه را داد که انسان ها میتونن که از یک دو سه از دو و سه و چار میتونن زن بگیرن تا بتونن که اونمو کسایی که فرزن بیوه شدن یا دخترایی که در وقت فکر کنیم ما شما در غرب هستیم امروز ولفیر داریم سوسیال داریم هاوزنگ داریم خب در اون موقع نبود چطور بتونه که همو فامیل همو بیوه زن را همراه سه تا دخترش یا فرزن چهار پنج تا طفلش سرپرستی بکنن همین قوانین خداوند گذاشت که کسایی که متمول هستن کسایی که میتونن اونا میتونن که چرا امروز از وقت نمیتونستن که در یک خانه زندگی بکنن و اونا را زندگیشان تمویل بکنن مرزی که محرم نبودن مشکلاتی هست یعنی حتما مشکلات سر زن اولی بسیار زیاد است که اگر ازدواج هم بکنن اما همین قوانین را گذاشت که اگر در همچو شرایط انسان قرار میگیره که ناگزیر میتونن دو یا سه یا چهار بگیرن که امر نکرده خداوند چرا قسمت بعدی آیه چی میفرمایم من خدمتتون میخوانم در اون صورت نکاح میشن و سرپرستی اولادشان و سرپرستی زنای بیوه هم به دوش مرد ها قرار میگیره تا بتونن که از فحشا خدا نخواسته فرزن جلوگیری شوه یا از فساد اخلاقی در جامعه جلوگیری شوه این چیزایی بود که در اون دوران گذاشته شد و قرآن کریم در قسمت بعدی آیه میفرمایه که فاین خفتم الا تعدلوا پس اگر شما حراس دارین یا در خوف ازی هستین که عدالت کردن نمیتونین فواحدتن با مو یکی اکتفا بکنین بسیار جالب است اینجا با مو یکی شما اکتفا بکنین با یک زن منظور است که اکتفا بکنین همین قسمت هم ببینین و قسمت همین سوره نساء آیه یک آیه دوگام است در همین آیه 129 سوره نساء ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم و در اینجا میفرماید خداوند که ابدا شما عدالت کردن نمیتونید توان ازیره ندارین که عدالت بکنید بین زنا ولو شما بخواید ولو شما حرصتم یعنی حراست هم بکنید یعنی توجه هم داشته باشیم کمی عدالت را انجام بدین ولی انجام نمیشه در این قسمت اول آیه در سوره نساء آیه سوم یاد کرد که فاین خفتم الا تعدلوا که اگر عدالت کردن نمیتونین فواحدتن به یک اکتفا بکنین و در او آیه فرمود خداوند که ابدا شما عدالت کردن نمیتونین یعنی غیر مستقیم کاملا این را ردام کرده خداوند غیر مستقیم فقط یک شرایط استثنایی را مانده که اگر در یک شرایطی که کاملا استثنایی است انسان ها میتونه دو زن و سه زن چهار زن بگیره در غیر از او کاملا باید عادلانه عمل بکنند به نام تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید السلام علیکم آقای وسیم و علیکم السلام و رحمت الله شما را از کانادا زحمت دارم میروانه سید بفرمایید در ارتباط این مسائل پیغمبر ها ما همین مسلمان ها کلگی احترام به پیغمبر ها داره و راهبرد های قبلی داره باید تمام مسلمان ها باید تطبیق کنن مثلا شما در مورد پیغمبر های که زیاد هستن یکیشان لود علیه السلام است و عمران با امی خود آرزی کرد و لود علیه السلام با دو دختر خود این چی گونه فجایی است؟ آیا این اسلام این مذهب کدام بزنس است و یا ی کدام مسائل دیگه مثلا در قبلا همین خود مذهب اسلام قبلا جامعه عرب یک جامعه بسیار فقر بود اینجا محمد یک اندیشه بسیار خوب داشت که عیسوی ها آمدن اون را تنبیه کردن و این را مثلا او را وادور داد که گویا از طریق قضی همین جامعه پیش باره چون جامعه بسیار غریب و پسمانده بود مردم را وادار کنه که به زندگی خدا پیش باره مثلا دختر به گور نکنه کلگیشان خواه میگذن و میخودن و هیچ چیز و یک برنامه رو جور کرد مثل که شما نماز بخونی خود نماز اونا رو وادار به این کرد که سپورت کنن جان خدا بوشن دستوری خدا بوشن پنج وقت بیدار باشن و تنبلی نکنن و گویا مسئله دیگه است که همین تمام مسائلی که در قرآن است تمامش از انجیل و از تورات از انجیل گرفته شده شر به شکل بسیار شارتود چی بود اصلا میره که شما بسیار میشه که یک سوال از شما بکنم ما صحبتتان را شنیدم بسیار شما را یک سوال از پیشتان بکنم که شما خودتان مؤمن به خدا و قرآن هستین یا نیستین؟
سوال از شما، یعنی کاملا سوال به این معناست که یعنی شما به می کتاب ایمان دارین چرا از صحبت هایتون تو پیدا؟ بله بله، خب بسیار خوب، با کتاب عقیده داریم. خب بسیار خوب، من فقط تمام کتابو نه، من فقط میخواستم امیر بوم که یعنی شما شاید گفتم انسان آزاد است، انسان ها عقایدشان محترم است، اگر انتقاد دارن یا ندارن، چرا برنامه ما یک برنامه است که کاملا امی حق هر انسان داره و حق انتقاد هم دارن و انتقاد چیزام کردین سوالتان کردین، من جواب میگم. خیلی از تلویزیون میشنه این درست است؟ درست است من میشنم، بسیار خوب. خیلی از تلویزیون میشنه، من براتون میره جواب میگم. اولی که یاد کردین مسئله لوط و ازدواج با دخترایش و این مسائل، البته ما یه بحث ما صحبت ما تفاهم در پرتو قرآن است. قرآن عظیم شان کتاب آسمانی که ما معتقد هستیم آخرین کتاب آسمانی است و بحث ما در این مورد هست. در مورد بایبل برای یه چیزا آمده در مورد بایبل که البته او امرو شارسی نکرد که لوط اینا قصهش در اول تستمنت یا در انجیل آمده که وقت دخترایش لوط با دخترایش برآمد در یک مغاره کوه رفتن و مردم قوم از بین رفته بود و دخترایش گفتن که خب ما چطور کنیم که از پدر ما اولاد باید بانه و نسلش بانه، اینا چیزی که در بایبل آمده. من اون رو براتون میگم که دختر اول پدرش شراب داد و پدر نشه شد، با دامرش هم بستر شد و باز دختر دوم هم این کار کرد و از این مسائل. این در تورات بله در چیز آمده، اما بحث ما بحث قرآن کریم است. اولی که ما بحث ما سر تورات انجیل نیست، بحث ما سر خود قرآن پاک است. ولی اونا کاملا یک چیز دیگه داره که باز از یک مسیحی و یک یهودی و اینایی که باشن اونا توضیحات خود را بتن. چرا من فقط یک بار خواندیمش، گرچه چهار بار ما ختم کردیم تورات انجیل ختمش کردیم، اما کافی نیست برای چیز که آدم بفهمه تمام چیزایش که اونا بیشتر یک ذره توضیحات بتن. یک وقتی اگر شاید که مؤمنین دیگر دیان هم بتانیم یک برنامه داشته باشیم که صحبت بکنن، با این سوال ها را از اونا مطرح کنیم که اونا توضیحات بدن. اما این که شما یاد کردین که فرزند مسیحا همی خواستشان بود که، یا مسیحا یا هر کسی که بود همی خواستشان بود که همی یک شرایط را بیاره که مردم نماز بخونه و پاک شوان و روش غسل بکنن و از این مسائل. ببینید، باید به این خاطر سوال خودم از شما مطرح کردم که شما ایمان به خدا دارین، شکر دارین ایمان به خدا، ایمان به کتاب. ما شما معتقد به این هستیم که این قرآن از جانب خداوند در ظرف 23 سال در قلب مبارک محمد صلی الله علیه و سلم به عقیده ما آخرین پیامبرها نازل شد و شکل سالم و سلامتش باقی ماند و این کتاب به این افتخار از این دارم که واقعا قدری است که از این برگرفتیم. اصلا و ما این را باید بفهمیم. ای کاش عمر ما بیشتر از این می بود که بیشتر از این کلام می رساندیم، ولی ما باید توجه به این کلام کنیم، همه چیز را بانیم تا این کلام خدا را یاد بگیریم، بس تا سوالات ما حتما حل می شه. و امیدوار هستم که با آمد این مورد هم نظر باشین، بیاین که کتاب خدا بفهمیم. برنامه تفاهم در پرتو قرآن عظیم شان. استاد عاشق سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. فرید هستم از اورنج، شما را صحبت می‌کنم. خوب هستین فرید جان؟ استاد عاشق، یک سوال داشتم. بیشتر این برادر که زنگ زدن شما یه ذره با تعصب برخورد کردین. راست میگین والله. سوالی که کردن. خب سوالی که من کردم راجع به می عربا و راجع به دین. بله. منظور ما همی است استاد عاشق که می دین گفتی آقای مسکینیار که همی دین اگر کسی درست نفهمه یک آفت به وجود میاره. آیا همین دین برای ما کار خوب شد دین اسلام برای افغانستان یا کار بد شد؟ خب ببینید که همین دین چطور راست میگن، اگر کار در فرزن یک کسی سوء استفاده کنه دست خود میبره، در حالی که اگر حسن استفاده را ببره ازش لذت میبره، یک میوه را میخوره یک کار دیگه را میکنه. ولی متاسفانه تا امروز از دین سوء استفاده زیاد صورت گرفته و افغانستان عزیز ما که وطن ما است واقعا امروز درد میکشه به خاطر همین که سوء استفاده از دین شده. همین دین ما درست نمیفهمیم. بله بله. قرآن شریف آمد، ما را اجازه نمیدن که قرآن شریف درست با مثلا مولایش بفهمیم. میگه میخوانی که بخوانین، در حالی که قرآن شریف به نظر ما شما بهتر میفهمین، ذکر شده که قرآن
برای آنان آمده که میدانند. بله. اینان ما نمیفهمیم اینمی قرآن شریفه و اجازه هم نمیتن و من نمیفهمم، یعنی برای ما بسیار نفس کرد والا ببینین. اصلا ما اگر راستی براتان بگویم، من پیش خود خدای معاذر است که حتی پیش خود تنها می باشم سرش فکر می کنم، نه به خاطر از این میگم که من کسی را اذیت بکنم، ولی من میگم که دین را کاملا تحریف کردن. دین او دین نیست که قرآن کریم بر ما میگه. اصلا همون طور است، با گفته ها درست است، یعنی دین خوب دین است، واقعا دین پاک است. بلی. اما چون بر ما قسم رسید که ما نفهمیدیم این دینه، بر ما یعنی واقعا برای کشور ما نفس کرد. همین تمام بدبختی ها که آدم ببیند و آدابش، هر سیستمی که در افغانستان به سیستم مترقی تج میکنه با دین، کاملا یک گوشش تج میکنه با دین، نمیمانن که افغانستان پیشرفت کنه. بله بله، در ببینید در همین سیستم مترقی اولین شرطش آزادی عقیده و آزادی بیان و آزادی پرس است که هر سهش اسلام 100% تایید میکنه قرآن کریم و ممالک اسلامی 100% رد میکنه. یاره اصلا رد میکنه. آزادی عقیده وجود نداره در کشورهای ما، آزادی بیان وجود نداره، یک تا اندازه نسبی دادن و اون به موحد که خودشان منافع خودشان تضمین شود و این اسلام بوده نمیتونه. اسلام باید آزادی مطلق بر مردم، آزادی بیان و آزادی عقیده و آزادی نار بر مردم بدن. بله، یعنی بعد از آمدن دین مقدس اسلام در افغانستان اصلا کدام پیشرفت تمدن در افغانستان نبوده. یعنی ما در دوران قرون وسطا مانده، مگر برای عربا بسیار فایده شد. آقای وزیر کارم میبینه عربا را از حالت ایوانیت اینمی دین کشید، انسان ساختشان، یعنی انسانیت برشان یاد داد، تمدن برشان یاد داد، پیشرفت برشان. شما مثلا عربستان با افغانستان مقایسه کنین، در حالی که یک کشور ریگزار، یک کشوری که هیچ چیز نداشته او وقتا، خب یقینا آل طلا و ای گپایش خوب پسانتر کش شد، مسئله تیل و ای گپایش، مگم اون مردم اون قدر پیشرفت کردن، ما به عقب رفته رفتیم. متاسفانه به خاطر از اینکه ما دین درست نمیفهمیم و برای ما اجازام نیست که ما باید مثل شما واره انسان ها قرآن شریف رو بیان ترجمه کنن. بسیار خلاص برای مردم بفهمانن که اینی رای نیک است، اینی رای برای قرآن شریف چی گفته. بله بله، بسیار تشکر، بسیار خوب میگین و بدون شک که ما هم نظرتان هستم که از دین سوء استفاده شده و دین تحریف کردن، بر خود یک سلسله چوکات به خصوص جور کردن به نام دین و کتاب‌های دینی آوردن و یک چیزی ساختن، یک سیستمی که خودشان سر قدرت بانن، که سرشان انتقاد کرد باید او به زندان بفته، کسی اگر سر بر علیشان قیام کرد باید کشته شود، در حالی که اسلام میگن که اصلا اسلام اونموست که کسی باید سر قدرت باشه که مؤمنین واقعی اونا را انتخاب بکنه و هر وقتی که مطابق مصلحت‌های مردم حرکت نکردن اونا حق داشته باشن که اون رو پس بکنه کسی دیگه را به جانشون. و این کی میتونه در کشور اسلامی؟ کل جهان هم میخواه ببینین که سوریه امروز چی حال است. با خدا آقای وسیق، یک مناسک دینی امیر عجه امروز امیر استاد سادا توضیح میکرد، شما باور کنین دو ساعت یادم چرندیات گفت که پای چپ تا پیش بالین، با چای پای اول بالا اینجا بدین، اینجا ندین، اینی را از ایرای راست برین، اینجا از رای چپ برین، در عجل رسوات که رسیدین مچم اتروی تا را بگیرین، چیزایی گفت که ولن در یادی که از بانه ایمه ای برای یک زن بیسواد، برای یک مرد بیسواد، برای یک کسی که این چیزا را نخوانده باشه، باور کنین که اگر در دقیقه زیر پا میده باشه که ما که اوجا میریم چی کنیم. یا مثلا در پالوی قرآن شریف همی حدیث را که مردم ماندن، یعنی باور کنین استاد وسیق که بسیار مشکل است. یعنی برای یک عمر انسان بسیار مثلا مشکل است که اینمی کتابای را که اینا میگن چیزی است، اونقدر گپ است، اونقدر گپ است، یعنی من هیچ سرم باز نمیشه که یاد در مورد چی میگن. چون وقت شروع کن آدم اصلا این گپ هیچ خاتمه نداره که ما شروع کنیم. مثلا وظیفه ما چی است؟ خدا از ما چی خواسته؟ خدا از دین بگوین که خدا از ما چی خواسته؟ خوبی خواسته، بهتر زیستن خواسته، کمک خواسته، خدا را شناختن خواسته، وجدان خواسته. این چیزا را ما در مرتون بگوین چیز میگه کارا والا مثلا هیچ واز نمیشه. هیچ واز هیچ نفهمیدیم تاله که منظور از چی هست. یعنی چیزایی که قرآن موندن ده ها تا کتاب دیگر را در پالش موندن، میگه اینا میره کلش شما بخوانین، شما یاد بگیرین، از این زمین پیش برید. و این دیگه از فکر یک انسان عادی، شاید اونا تواناییش داشته باشن چون زندگیشون در این مسیر رفته، از امیر نان میخورن، بیکار هم هستن،
کدام وظیفه دیگه نداره، یعنی برای یک انسانی که در پولوی زمین باید نان برای فامیل خود پیدا کنه و باید کار کنه، زندگی کنه، اینقدر چیزا را یاد گرفتنش و بالاخره زندگیش ختم میشه و پیدا کردن نمیتونه که منظور چی هست. درست میگین، بسیار تشکر میکنم از شما. ببینید که مگاهی را به خدمتتان میخوانم. زنده و سلامت باشید استاد عزیز. همچنان بسیار تشکر برادر. روز خوش، اگر روز سجا بر شما میخوایم. بر شما همچنان لطف کردین. ببینین که واقعا درد است که همه داریم. ولی قرآن کریم چی میفرماید؟ سوره اعراف آیه سوم. سوره اعراف سوره هفتم قرآن پاک است، آیه سوم. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. پیروی بکنین از اون چیزی که از جانب ربتان برتان آمده، از جانب خالقتان که قرآن عظیم شان هست. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، و غیر از خدا کسی را ولیتان نگیرین، یعنی اختیارتان را به کس دیگه نسپارین. قلیل ما تذکرون، اندک از شما پند میگیره، و یه اندک است که پند گرفت. اکثریت مردم گمراه هست و واقعا کتابای دیگه را در پالیزی کتاب ماندن. کتاب ما قرآن کریم است. یک کتاب را بخوانیم، بسیار واضح است، بسیار شفاف است، مبین، کتاب مبین است، هم آشکار میکنه همه چیز، هم خودش آشکار است. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. السلام علیکم آقای وسیم. و علیکم السلام و رحمت الله. شما خوب هستید؟ سلام، زنده باشین. بفرمایید، در خدمت شما هستم. آقای وسیم، در قسمتی از قرآن اومده که قصاص به مقابل قصاص، یعنی آزاد بر آزاد، زن بر زن. بله. و اگر کسی تجاوز کنه عین شکل به اون تجاوز شد، مثلا یکی از تصادف یک جامعه است، یک انسان یه مرد به یک زن تجاوز میکنه، آیا بر خواهر از او، بر زن از او عین شکل تجاوز شد؟ چه قسم ترازوی عدالت عدالت است؟ و هم در قسمت دیگه ذکر شده که وعده چرب و نرم داده شده برای مردم که زنان زیبا در کاخ هاست، خیمه هاست، بالشت های گرم و نرم است. بلد. شما با اون تکیه میکنین که اصلا اونجا دخترهای زیبا است و با کرست آدم و جنم بسیار تشکر. نه برتان میگم، توضیح میدم. من میفهم سوالات از این قبیل زیاد است، من خدمتتان چی میکنم. اولی که مسئله قصاص، اینا قصاص برابری معنا میده. قصاص برابری معنا میده و هیچ وقت به این معنا نیست که، به این معنا نیست که اگر کسی سر خواهر یا کسی تجاوز کرد تو امرو سر خواهر رو تجاوز کنی، معنا نیست اصلا. نه، قصاص به این معناست که کسی که تجاوز میکنه سرت به مو اندازه، به مو حتی یک آیه در سوره مائده یا سوره نساء است، اما یک آیه دیگه به خاطر محمد در سوره، در سوره شورا هست که هم در این مورد یاد میکنه که آیه 40 سوره شورا است. و جزاء سیئه سیئه مثلها، جزای بدی یک نفر برای کس میرسونه مثلش حق داره که جزا برسونه. فمن عفا، پس کسی که عفو بکنه و اصلح فاجره علی الله، کسی که عفو بکنه و امور اصلاح بکنه، روابط را اصلاح بکنه، اجرش پیش خداوند است. ان الله لا يحب الظالمين، خداوند ظالم را دوست نداره. و عدالت اساس کار اسلام عزیز است. عدالت چطوری فکر نمیکنین؟ اصلا این سوال در پیش ما نباید ایجاد شود که کسی سر یک کس تجاوز کرد باید سر فامیل از تجاوز بکنی؟ ابدا تو یک چیزی، اما کس میتونه که جزای لازم قانون برش باید بده، نه شما، نه انسان ها، قانون. چون امروز جامعه در هر کشوری که هستی ما قانون وجود داره، در اونجا چنگ قانون در دست به کار میشه، قانون جزای لازم را باید برامون نفر بده، نه بر خواهرش، نه بر زنش، نه بر برادرش، نه بر اولادش، نه بر هیچ کسی دیگه، چرا اون کس جزای خود باید ببینه. و یک شما باید کنید در جنت و نعمات و اینا، ببینید خداوند این نعمات را یاد کرده، عشق و عشق بازی که یاد کردین. ببینید برادر گل، یک مومن ما بسا چیزا را نمیفهمیم. کلمات 1400 سال پیش است، خداوند یاد کرده جویهای جاری و نهرهای جاری و باغهای سبز و اینا، برای از اینکه یاد کرد که در اون دوران فکر کنید مردم عرب چی را میفهمید اصلا. مردم عرب که در سرای عربستان بودن، برای از اونا بهترین نعمات همی چیزا بود که فرزن آب جاری و درخت که سایدار و اینا، این چیزهای یاد فرزن از مثل هور و غلمان و اینا را که یاد کردن، چیزهایی است که خدا یاد کرده که در اون دوران در اونجا هست. این که چگونگیش ما قطعا درک کرده نمیتونیم، ما
مؤمن به این کتاب هستیم ولی چیزی که درک کرده نمیده ایمان داریم. نعمات خدا در اونجا بسیار فراوان هست و ما برش باید چنگ بزنیم، مطابق قرآن حرکت بکنیم. انشالله هر چیزی که خواست خدا باشه در اونجا برای ما میشه و ما از اون نعمات مستفید خواهیم شد اگر به کتاب چنگ بزنیم. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. لطف دارین مهربان هستین. تشکر، زنده باشین. همین دو تا برادر ما پیشتر که گپ زدن درباره همین دین اسلام در افغانستان. بله. همین دو تا برادر ما درباره اسلام در افغانستان گپ زدن. مفهومیم. بله. صحبتتان رو بشنیم. خودتان اینه فعلا در افغانستان بزرگ شدن، خودتان تحصیل کردن، درست است؟ بله. 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 اینالش همین خودتان دیدید که مردم اون دو در افغانستان زندگی میکرد. بله. کمونستا چه قسم به وجود آمد و شعله یا چه قسم به وجود آمد؟ آیا این آزادی بیان نیست؟ بله. آزادی برایشان آزادی داده نشده. ببینید امو عادت نسبی بازم بود، درست میگین. امو عادایی که دوره ظاهرشاه اینا امو آزادی ها بود. بله مسلمن امروز آزادی بیان تا اندازه بوده، مگر از وقتی که یک ذره بیشتر جامعه به اصطلاح اسلامی شد این آزادی ها سلب شد، آزادی ها قید شد. و امروز شما فکر کرده میتونید در افغانستان یک نفر حقیقت تغییر بده برای مسیح شد؟ شما فکر میکنین که مردم رو میمانه؟ محکمه افغانستان یک نفر به نام عبدالرحمن یادتان است که از آل فیلند ایتالیا زندگی میکنه؟ بله یادم هست. کورا گفت که باید کشته شود و حتی یک ملازم داخل محکمه یاد کرد که اگر حکومتی را نکشه ما به دست خودی را میکشیم. شما فکر بکنین و این ملای اون ملای است که میره تبلیغ میکنه، مبلغ است، مخالف 100% قرآن عظیم شان. خب امروز چیزایی هست برادر گل. گپایتون درست؟ بله. جان بفرمایید. درست است. گپایتون درست است. مگر امو عبدالرحمن خودتان دیدین که با چی وضعیت در مقابل تلویزیون چی میگفت افغانه؟ او کشور خود چی میگفت؟ بله. خب آزادی خودتان در تلویزیون دیدین نه؟ بله. امو را که در یک ژورنالیست که خبرنگار که امو فیلم برداری کرده بود چی میگفت در اسم افغانستان و کشور خود چی میگفت؟ چی میگفت؟ والا اون چیزا باید هم تو چی شوه؟ اگر نه چی شد منظور تو منظور چی شد او کس چی نمیگه آل دوانستان آل امیال فیران دواده امی کمونستا اگه امی کارا امی کارای خراب وجود نمیگرفت چرا مردم فرار میکد از افغانستان؟ چرا از مردم از اونجا میگروه؟ اول از خودتان گرفته، ما را گرفته، دیگه مردم ها گرفته، چرا گریختن؟ از خاطر زمین ظلم و ستم از اون گریختن به اینجا مهاجر شدن. بلد. و بازم فعلا خودشان در آنلاین در کانادا آمدن از اون مردم حال به درباره دین اسلام تبلیغات خود میکنن. ببینید که شما ببینید جانم فهمیده که خواهش میکنم ببینید برادر گل که من خدمتتون بیان بکنم که واقعا امروز دردهایی که در افغانستان است ما وطن ما و شما است، ما و شما همه احساس داریم، همه درد داریم، همه میخواهیم که اگر یک روز وطن بهتر شود. قلب ما، ما در اینجا زاده شدیم همه ما و شما، ولی بدبختیاش به حد زیاد است و به خصوص که آزادی عقیده سلب شده، آزادی بیان سلب شده، حقوق زن که امروز صحبت هم سرش کردم کاملا پایمال است. شما خودتان برین آنلاین، برین در اینترنت ببینین که چی چیزا میبینین. و بسیار تشکر میکنم از شما، شما رو ختم میکنم که به حد جفا بسیار زیاد شده و ما ای را باید یک وطنهای ما بیدار شود که حق و حقوق خود بفهمن تا حق و حقوقشان پایمال نشه. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. برنامه تفاهم در پرتو قرآن. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. برنامه تفاهم در پرتو قرآن. خب خطای ما چیز البته چیز است. به هر حال یعنی برادرای ما من میفهمم که بسیار با احساس هستن ولی یک ذره یک عمیق فکر نمی کنن، متوجه شاید نمیشن که در اون کشور آیا ما از اون چیزها دفاع کرده میتونیم برای اینکه کشور ماست؟ نه، ما کشور خود را دوست داریم، مردم خود را دوست داریم، نور چشم ما هستن واقعا و ما میخواهیم که یک چیزی بهتر اگر برای اونا کرده بتانیم. و تا جایی که من برداشت ما از قرآن عظیم شان است، تا جایی که ما عقاید آزاد نگذاریم و ما بیان را آزاد نگذاریم، ما اسلام آوردن نمیتونیم. برای اینکه
هر کس به زعم خود یک چیزایی را آوردن نامش اسلام ماندن و امروز حکومت میکنن. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. خیلی شیخ سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. صحت شما خوبه؟ تشکر لطف دارید. سلامت باشین. من میخواستم یک دفعه قبلی هم کوشش کردم که هم با شما هم صحبت شما ماریم. موفق نشدم. آلی آواز خوب نه؟ خب آوازتان بسیار خوب میحاله. بله بفرمایید. تشکر. خواهش میکنم. من میخواستم شما یک خوب صحبت زیاد است ولی وقتی شما چون مقاید است میخواستم بفرمایید که وقت به دیگر لطف دارید. بفرمایید. بینده شما ببینم بتم و یک دو سوالی بسیار کوتاه دارم. بله. اول چیز که همین دستاوردهای دینی مبین اسلام بلی در تمام کشورهای اسلامی بلی مخصوصا در کشور خود ما بلی یک کمک بررسی کنیم که چی در طول 14 سال اینا چی دستاورد یک کشف یک اختراع یک تمدن او بیادری ساده ما که بیشتر صحبت کرد گفت در عربستان تمدن هست ولی در افغانستان نیست اشون در عربستان اونا اونا کدام تمدن دیدن همونی دو سوالی کوتاه دارم باز شبای بعدی هم باش ما صحبت بکنم. خدا حافظ. بسیار تشکر لطف کردید. بسیار زیاد. ببینید که سوال خوب است. سوال است که همیشه فکر و ذهن خود ما رنج میده. این قرآن که کتابی است که میگه که اگر و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین شما اگر مؤمن باشین شما اعلون در سطح بالا قرار دارین. در جنگ یا در دفاع یا در تمدن یا در پیشرفت در هر چیزی که باشه و اگر ما قرون از 9 تا از قرون قرن 8 و 9 و 10 و 11 اینا 3 4 قرن تمدن اسلام را اگر مطالعه بکنیم واقعا میفهمیم وقت چنگ به قرآن زده بودن که اصلا در اون موقع تمدن به حد رسیده بود که تا از اروپا و اینا می آمدن در امون کشورهای اسلامی اسپین و اینا در اسپانیا میره تحصیل دین میکردن تا بتانن که تمدن از اونها یاد بگیرن زبان عربی را مردم چقدر یاد میگیرن حتی کتابایی که در دوران نوشته شده بود تا قرن 17 در اروپا میگن تعلیم داده میشد در یونیورسیتی ها پانتون و اینا درس داده میشد پس این چیز بوده اصلا واقعا بوده اما چیزیست که تاریخ هیچ وقت انکار کرده نمیتونه 4-5 قرن بوده اصلا هیچ انکار نمیشه اما این که ما چرا سقوط کردیم بر از این که ما اصل خود را رها کردیم اصل ما قرآن است و آزادی را ما از مردم گرفتیم آزادی بیان اونا آزادی بیان داشتن آزادی عقیده داشتن ابراز نظر میکردن کتاب ها نوشته میکردن مفکورهای خود در روی کاغذ می آوردن امروز آزادی عقاید در کشورهای اسلامی کاملا سرکوب است و می تمدنه که برادر ما یاد کرد تمدن از روی بله تیل دارن بیلیون ها دلار سالانه برشان از اون ناحیه میایه و بهترین تعمیرها دارن بهترین موترها را سوار میشن تمام مردمشان نه اون کسایی که واقعا حیف و میل کردن این بزنس ها را از اون ناحیه اما در خرافات اونا مسلمان غرق هستن در خرافات غرق هستن بی‌عدالتی به حد اعلایش در خود عربستان است این کتاب که آمد و 1400 سال پیش آمد و گفت که تمام پیامبرها و تمام کتابها و تمام میزان و ملاک اینا را روان کردن بر شما لیقوم الناس بالقسط تا مردم عدالت را پیاده کنه امروز عدالت در عربستان نیست امروز غلامی و کنیزی هنوز در عربستان وجود داره به شکل دیگهش به شکل مدرنش مسلمان امروز مسلمان پاکستانی و بنگلادشی و اینان امو افغانی غلام چیز درختت غلام امو شیخ ها هستن وکیلشان میشه و باید از یک جای به جای دیگه برن باید خط بگرن و ببرن و باید اگر وکیل خود تبدیل میکنن باید 5000 ریال از برازو بتن و یا خرید و فروش میشه امروز نامش تمدن نیست مسلمان بدبختی ها زیاد است برای اینکه مسلمان از کتاب خود بیخبر است ما باید از کتاب خود آگاه شیم فقط هدف اینه تمام چیزا انتقاد سر مسلمان هست برای اینکه مسلمان به خود نامده به خود بیاید و بیدار شود و رای خود به سوی کتاب خدا باز بکند
کتاب خدا را درک بکنن. پشت از این نگردین، واعظ و مبلغ هیچ وقت شما را به سوی راه راست نمیبرن. واعظ و مبلغی که امروز اکثریتشان متاسفانه فقط دکان جور کردن، از دین خود دکان جور کردن و زندگی میکنن و نفوذ پیدا کردن، شهرت پیدا کردن، قدرت پیدا کردن، همه چیز و میخواین که قدرتون پیدا کنه، قدرت جهان هم بگیرن امروز. ولی شما رایتان از طریق کتاب خدا پیدا بکنین و ببینید کتاب خدا براتون چی میگه. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. بله جناب وسیع، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر. ببخشید آقای وسیع، من باز یک سوال داشتم. جان بفرمایید. سوال من است که خداوند متعال قرآن عظیم شان در 23 سال به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نازل کرد و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کلام الهی را با امانت به عرب و عجم و تمام بشر بدون کم و کاست رسان. حالی که یک مسلمان میگوید ما از دین نمیدانیم، این ماخذ ما میرساند که این ماخذ ما مقصر هستم، به خاطر که قرآن عظیم شان که شامل 114 سوره مبارک است، این به ترجمه های فارسی، انگلیسی، عربی و صدها زبان دیگر در سراسر جهان موجود است. به نظر شما خداوند متعال یک مسلمان را در یادگیری و فهمیدن کلام الهی چی توصیه کرده است؟ میخوام از شما بشنوم. بسیار تشکر برادر گل، بسیار سوال خوب است، لطف کردیم. بله، قرآن کریم خداوند در سوره قمر چهار جای سوره قمر، سوره 54 قرآن، آیه 17، 22، 32، 40 قرآن می فرماید که ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. می قرآن را بر دقت کردن و آسان و یاد گرفتن آسان ساختیم، آیا کسی هست که دقت بکنه؟ Indeed we made this Quran easy to bear in mind, who then is willing to take it to heart. شاید هم دختره که 11 سالان آواز من را بشنوه برش گفتم که باشه چیز باشه. ببینید قرآن خداوند آسان کرده بر ما، آیا میگه کسی هست که دقت بکنه؟ آیا کسی هست که دقت بکنه؟ اگر ما دقت بکنیم کلام خدا آسان هست. و امروز می آیفون که امروز کل ما شما داریم ازش استفاده میکنیم در زندگی روزمره خود، که ما از دکتر استانیزه از وبسایتشون دانلود کردیم تنزیل را، 11 ترجمه فارسی داره تنها، 11 ترجمه فارسی درش هست، به زبانهای مختلف هست، اما 11 ترجمه فارسی. آیا انوزان میگیم که ما دین خدا نمیفهمیم؟ آیا انوزان میگیم که ما معذرت داریم زبان قرآن مشکل است؟ قرآن خدا میگه ساده ساختیم. او کسایی که میگه قرآن مشکل است، اونا میخواین انحصار بکنن قرآن، میگن بیا از ما پرسان کن که ما برات بگویم، که روش خودم ما برات بگویم که دنبال راه ما شوی. خلاص، قرآن آسان است، قرآن خدا میگه آسان است. متاسفانه میگن مشکل است. کسایی که میگن مشکل است فقط دکاندارای دین هستن که میخواین دکانداری بکنن. قرآن خدا میگه آسان است. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. بله آقای وسیع، خواهش میکنم. سوال من این بود که دستاورد اسلام در افغانستان، من یک مثال بسیار ساده